Thank you.
از پشت حجاب امشب بزن مطرب، خوش میزنی بر بطن ستار امشب. آقا یاور پیش تورنو کرد که شما حاکمی. آقا یاور نقره داغش کن. حکم صد ضربه ترکه انا که هر وقت میوه انا رو دید رب و رب به شادش بیا. حکم این وقت مدرسه یای شیطون بلا تا از اون سر یه لنگ پا بیسه. یه حکم داغ یاور که طرف از فردا صبح میزو بگه صندلی، گربه رو بگه قنده. این دفعه رو بد آوردی لوتی. لوتی زیر بغلش دنبکه، اون که هم شوشکه میکشه زیر بغلش ککه. همیشه شب اون یه دفعه هم رمزون خیالیه. آقا یاور یه حکم بده که تا صبح این نشه مرحب درازکش بشه. ای بر قرم نشو ایک بری تو قهوه خونه قندون. ها ما نه کله پاچه قابلی داریم نه سیراب شیردون دندونگیری، اما اینقدر وجودشو داریم تا ته بازی رو بی دقل و دقل پا بیاییم. حکم کن آقای آور. دو ماه زیر لفظی میخواد. حکم ها در گوشی میگم. ای بابا این ریختیش دیگه نووره والا. سنت تورنواسی به اینه که حکم رو با صدای بلند تو جمع بخونن. بسه از سر غروبی تا حالا این همه مردم رو منتر کردی که مغازله درگوشی رو بندازی. بسه دیگه هر کی لالشه گالیه دهنش رو پر لیدکی بگذاره. بسه دیگه همین امشب؟ همین امشب. ببین یاور من زیر علم هر جور شمری که تو بگی سینه زدم، اما این یکی همون کسافت کاری هاست که تو فلز من نمیره. نقل نیلوتی را دست کارت نی میتونی بزنی زیر قوکم. آورم اونقدر بلند نظر هستش که در دهن لغزخون خودشون و چاشو گل بگیره. اما الباقی اهل قهوه خونه چی؟ خبرش به پیچه سکه یه پول میشی. حالا خود دانی بهمه یزید برد نه راقی آور. بچه پا خطیم ما، اما مخ راحتیم ما. نقلی نی اجرای حکم دو سه شبی عقب بنده تا هیدر یه ریختی خودش رو راضی این بازی کنه. دل نده شیرینیش به همین امشبه. دستان هم که نیستی لوتی. نو چه چل قسم داری چه باکته. اونا رو قاطی این معرکه نکن. به حرمت یه پیاله پا رفیقشون واسدادن درست، اما حیدر اهل ضعیف چیزونی نی. ای والا اشمت جونه پس واس این چشمه رو تنها بازی کنی. میخوام برام پرو پیمونش کنی.
باشو برو خونه تو مچه، هوا سرده میچه. باشو. چه میشه کرد؟ حرف و قدر نمیشه رد کرد. موسا موسا، مگه قمبد بچه ها مودن که شما یکی و یاغوز میهین برای جای حکم؟ اونم یه حکم نامعلوم که البته منو قابل ندیدین در گوشم پچ پچش کنه. واسه هر شهر یه دیوونه بس قمبر. تو لازم نی پاپه بشی، فردا شب دکه میکاییل نقلشو برات میریزم رو داریه. یا حق از محل رویت جسد چطوری خبردار شدی؟ مردشور قبرستون مسکرآباد با دوچرخه به طرف خونه میرفته. جسد را رویت کرده و به اولین آژان سر راهش مطلب را گزارش داده. احتمال دادم سوالاتی ازش داشته باشین، به همین خاطر نگهش داشتم. سلام علیکم قربان. درباره هویت مقتول چه اطلاعی به دست آوردین؟ از تجسس و وارسی اشیای موجود در لباس‌های مقتول نقدن این موضوع دستگیرمون شده که مشاورون الی یکی از کارمندان عالی رتبه وزارت امور خارجه بوده قربان. شاهپور تاج مهران. یه دردسر تازه. اونم در وزروزی که کماف سابق مبتلا به پیگیری بی فرجام دو فقر قتل نامعلوم دیگه ته دو سال گذشته بوده و هستیم. با حادث شدن این فقره سوم حداقلش این نتیجه رو میشه گرفت که گرچه هر سه مقتول از اصناف و اقشار مختلف بودن، اما هر سه در زمره خادمین حکومتی محسوب میشدن. یعنی جناب سرمفتش فکر میکنید ارتباطی میان این سه قتل وجود داره؟ بعید نیست سربان. مایلم خلاصه قرار معاینه جسد حتی المقدور تا فردا صبح روی میز کارم باشه. حتما قربان. باید.
خوشحالم که شما هم محسوس شدید جناب سرهنگ. اختیار دارید دکتر. به قول بزرگواری اکمل آلات طرب الهام حلوق آدمیه. اشعار مندرج در ترانه رو چطور؟ پسندیدین؟ به قول جوانای منور الفکر امروزی خیلی رومانتیک بود. مرسی بگو سرهنگ. مزاله که متعجبم از این که بی خبر این مطلب هستید که شخص اول مملکت ترنم این ترانه به قول شما رومانتیک رو قدغن اعلام کردن. عجب، بنده وسوق به این امر نداشتم. مطمئنی؟ در مقام سرهنگ اداره نظمیه قدیم و اداره شهرمانی جدید باید بیشتر از اینها در جریان اخبار و اطلاعات روز قرار داشته باشین سرهنگ. با اجازه. این قصاق هرمله رو بنده خوب میشناسم، از سربازان فوج سواد کو بود، از بچه های نایب السلطنه مواظبت میکرد. یک زمانی هم نگهبانی در سفارت هلند بود. ای روزی خودم دیدم که آفتابی برای قضای حاجت مرحوم زل سلطان. جناب احتشام دیوان، دعوت شدگان به میهمانی امشب همه از یک جنس و یک جنم نیستن، بهتر کمی آرومتر فرمایش بفرمایید. شما باید آقای دکتر قدیمی باشید. بله. چاکر شما دکتر ندیمی حضرت والا. شما باید همون دکتری باشید که به گفته سرکار خانم تاج الملوک از علم طب همون اندازه اطلاع دارن که بنده و آقایون از علم نجوم. بسم الله. ای مار قاشی به چی رو طایفت بیفته یاور. این چه حکمی بود؟ خانم تاج الملوک عمریست نسبت به بنده حقیر ارادت ویژه دارد. با اجازه. عرض می کردم. می فهمید.
پهلوی از قماش پادشاهان قجری نیست. شخص اعلی حضرت به وزیر ادویش علی اکبر داور که مرتکب خبط و خطایی شده بود گفت برو بمیر. شبونه رفت تریاک خورد و خودکشی کرد. عجب، ایشون اهل من بمیرم و تو بمیری نیست. گردن کسی رو که بخواد مانع ترقی مملکت بشه. احسن. من معذرت میخوام، میام خدمت. بفرمایید. چه خبر اقدسی؟ جناب سرهنگ، اگه زیاده بر این دست دست کنیم طرف ممکنه هپل و هفو حبی جیم سر بکشه. تا داخل امارت هیچ اقدامی نباید کرد. بیرون ساختمون مترصد باشید، به محض اینکه رویتش کردید یه طوری بکشیدش داخل باغ. امر مطاع قربان. اون وقت نوبه ورود من به این بازیه. اگر این مطلب خوب اجرا بشه ارتقاء درجه کمترین پاداشت سرکار اقدسی. متشکرم قربان. جناب سرهنگ درمنشه. شخص اعلی حضرت در این چند و چندین ساله زحمات زیادی برای این ملک و ملت کشید. شما چرا خره این قسم خوات اولاد شدید آقا؟ آتیشی که این مرد توی این مملکت سوزان شمب به صحرای کربلا نسوزان. اختیار دارین حضرت والا، شما که باید ناامنی های دوره احمدشاهی خاطرتون باشه. مرحوم عبوی نقل میکردن که من بعد غروب کسی جرأت از خانه بیرون آمدن رو نداشت. از زیر پای رئیس نظمیه وقت قاطر بردن آقا، قاطر. بله آقا، این آقا دو سه نفر طرار سرگردنه را با چند صد نفر آدم حسابی و با عطر و نسب گرفت، یهو کشید بالای دار. اسمش هم گذاشت مبارزه با ناامنی. عامه مردم بیخبر از این معنا که علت قتل بسیاری از آن تیره بخت ها این بود که نمیخواستن زمین آبا و اجدادی ایشان را به قیمت آب به این قلدر واگذار کنن، آمدن زیر علمش سینه زد. یک تعدادی از رجل خوشنام قجر را که نشد به زور پرونده سازی و ارعاب از بین ببرن، به وسیله زاربین مجهول الهویه سقط حیات کردن. یک فقرش مرحوم معین السلطنه اخوی خانم تاج الملوک و پدر دوشیزه فخرالزمان میزبان محفل امشبه. از نقل امور سیاسی که بگذاریم حضرت والا، یک مدتی ذهنی من شده که این دوشیزه فخرالزمان به رغم وجهه و وجاهت آشکار و داشتن خواستگاران راه به راه چرا تن به ازدواج نمیدهد. همسن سالای ایشون الان اقلش نیم دوجین بچه دوره برشونه. بله، این هم برای خودش معمای قریب.
آنچه که این روزها به اسم تجدد تو دهن عملیات حکومتی افتاده به گمان من نو شدن نیست دکتر، شاید یه جور از بین رفتن دکتر. تجدد واقعی باید از دل رسم و رسوم و ریشه های این خاک اقتباس بشه. گمان میکردم تحصیل در مدرسه فرانسوی ها، آشنایی با لامارتین و فلوبر و بالزاک، از این دوشیزه جوان و آدابدان عروسکی ساخته باشه خمان و چمان محافل طرب جدید الولاده های این روزگار. اما ناگفته پیداست که مشق اول رو نزد کسی دیگه آموخته. یا عجب عجب از شماست دکتر که هنوز فهمتون نشده ما زنها به وقت نزدیک شدن طوفان وظیفه محافظت از همه اون چیزهایی رو به عهده میگیریم که شما مردها در چنبره ساده لوحی خودتون از اونها غفلت میکنید. این میان ترس از اتم و اتم سرنیزه امثال اون قزاق که جای خود داره. چرا قزاق؟ بفرمایید جناب سرهنگ خوش آتیه‌ای که آرزوی دامادی خاندان شما رو داره. شما اگر از این قزاق‌ها اینقدر متنفرید چرا اونها رو به میهمانی هاتون دعوت میگیرید؟ این هم شاید بخشی از همون اقتدار پنهان زنانه باشه دکتر. همه ی داستان ها ماجرای واقعی دارن دکتر، الا این که بعضی اوقات قبل از اینکه اتفاق بیفتن نوشته میشن. اوقتوی سونه باز انترسان دکتر. جوو کم خمپر سونه پازم بختم دکتر، سونه پازم بختم. مزاحم خلوت شما سروران که نیستم. به هیچ وجه سرهنگ، به هیچ وجه. امیدوارم در این مهمانی هم به شما خوش گذشته باشه. بنده به صراحت کامله باید عرض کنم که طی چند هفته گذشته بهترین اوقات ما در محضر سرکار عالی و برادرزاده مکرمه گذروندم. البته حضور بعضی کسان در این قبیل مهمانی ها با افکاری از جنس خورنش و خسخس سینه جدا مایه نقار. اجمعین این قسم مهمان ها پیرهای از کار افتاده ولگویی هستند که احدی برای حرف و گپشون ترقم خورد نمی کنه سرهنگ. حق با شماست شاهزاده خانم، به همین دلیل بنده هم به دیده احماس تنها نیش تبسمی حواله این کسان می کنم و بس. کار درستی می کنید سرهنگ. مشت آهنین رو بذارید برای جوانترها و کسانی که سرشون به تنشون میارزه. مهم اینه که قدم و عمل احدی مخل نظم حکومتی نشه. اگرم شد چه باک، میرن همون جایی که مدرس و نصرت و دوله و خیلی آیدی گرفته. شما یک جوری فرمایش میکنید دکتر که معلوم مستمع نمیشه شوخمزگی میکنید یا حرف جد میزنید. دو شخص نام برده تا اونجا که من مطلع هستم هر دو به مرگ طبیعی مردن. بله بله، باز هم یک اشتباه دیگه. شرط انصاف نیست میهمانی چون من اسباب خجالت میزبان نزد سایر میهمان ها بشه. به همین خاطر علل اجاره رحم زحمت میکنم. با اجازه. Thank you.
حضار محترم، نگران نباشید، خونسردی خودتون رو حفظ کنید. تا بنده در کنار شما هستم هیچ خطری شما رو تهدید نمی‌کنه. ای بر امواتت یاور. اصده بگی بالا، تو رو امواتت نزنی ها. بکر رو چشم. دلش سرکار اقدسی. بله قربان. شرح ماوقه. حسب الامر فرمان جناب عالی در خصوص حراست از امنیت این امارت مکرمه محترمه منوره، بنده فدوی و دیگر جانساران این سارق معلوم الحال را در پی ارتکاب سرقت و هنگامی که قصد فرار داشت رویت و فلفور اقدام به دستگیری وی کردیم، که البته اگر خروج به موقع حضرت اشرف از امارت به باغ واقع نمی شد، ای بسا برغم جانساری ماموران مرغ از قفس می پرید قربان. معلوم رد این خونه را از چند هفته پیش بو کشیدی. حکمان هوا ورد داشت که چون ساکنان این خونه دو بانوی محترمه و دو خدمتکار سالمند هستن، به راحتی میتونی تمامی اموال اونا رو چپا کنی. اما زهی خیال باطل مردک غافل. تا سایه حمایت نظایر بنده به این خونه و خانواده هست، هر نرلات گردن کشی که بخواد به حریم این خونه نزدیک بشه، قلم پاشو خورد میکنم. من نمیذارم هر سند و رند پاچه ورمالیده‌ای به خودش اجازه چنین اساعه ادبی بده. مشاهده فرمودید که عالی جناب، نگفتم در این دوره امنیت بیشتری حکم فرماست؟ خدمتتون که عرض کردم، خورش همون قیمه بادمجون، شاه هم همون ناصرالدین شاه. آفرین بر شما جناب سرهنگ، به خاطر احساس وظیفتون نسبت به جان و مال و نوامیس مردم. خدمتگزارم دوشیزه خانم. صد البته در مراتب هوشیاری، فراست و نکته سنجی شما و مامورینتون هیچ تردیدی نیست، اما در این فقره به خصوص سوء تفاهمی پیش اومد. سوء تفاهم؟ البته اشیاء داخل این کیسه اموال مسروقه نیست. به سفارش عمه خانم و توصیه خود من، این آقا جهت بردن این اشیاء به اینجا اومدن. اینطور نیست احترام؟ خب بله، خانم گفتن همه اینا رو خرکش کنم ببرن. عجیبه شاهزاده خانم، عجیبه. چی عجیبه سرهنگ؟ بلفضولیه، اما دلیلی نداره که خانواده سرکار عالی با عنایت به بی‌نیازی مالی تصمیم به فروش بعضی از اساس خانه گرفته باشه. این یک موضوع خصوصی سرهنگ، و اگه اشتباه نکرده باشم ساعتی پیش در مجلس مهمانی اینطور عنوان میکردیم که عدم رعایت حریم خصوصی دیگران خودش جرم محسوب میشه. اینطور نیست؟ خب البته همینطوره که عرض کردم. سرکار اقدسی قربان، زندانی را آزاد کنید. یعنی منظورم اینه که متهم از اتهامات وارده مبراست.
شما میتونین برین آقای، اسم شریفتون یادم رفت. مخلص شما حیدر، حیدر خوشمرام. میتونین تشریف ببرین. رو چشم باعزه. حواستون کجاست آقای حیدر؟ کیسه رو یادتون رفت؟ امیدوارم از معامله‌ای که کردیم راضی باشیم. بله، زد زیاد. بازم به هم میرسیم. خانم ها، آقایان، اگر مایل باشید میتونیم برگردیم حیات اندرونی. بفرمایید. بفرمایید. سرهنگ، شما همراه ما نمیایید؟ خدمت میرسم شاهزاده خانم. دوشیزه فخرالزمان؟ بله؟ جسارتاً عرض میکنم اگر این آقا خریدار اجناس خانه شما بود، پس چرا برای بردن اشیاء معامله شده از روی دیوار خانه قصد خروج داشت؟ پرسش قابل تأملیه سرهنگ. حتما بهش فکر میکنم. علیکی سلام. واجب و سلامی منه. لب و لوچه چرا همچین شده؟ شب تاریک و کوچه پرچال و چول، خمیدم و خوردم به یه خار و خلاشی که فهمم نشد چی بود. بابت حرف دروغ که نباز پول بدی دردونه ی میر عزت معین البکا، اقلش یه دروغ تازه بگو. ای ننه، تو رو امواته دست از سر کچل ما بردو. نیومده و نشسته، باز ما رو گرفتی به سینجین؟ خوبه؟ کولی قرشمال بازی رو بذار واسه معرکه سقاب و تورنا و کلکل با نرلات های همعرض خودت. بازم شروع شد، اره بده تیشه بی. چیه؟ طاقت شنیدن حرف حسابو نداری؟ کلی مدته شدی مست و ملنگ کوچه و محله و چارسوق و سرخوش گپ با گندلات های تا به تا و لنگ به لنگ که چی؟ همپیالگی با یه مش همجان روهای کوچه کلوفت برای کدوم سری سرخوشی داشته که دومیش تو باشی؟ اونم چی؟ پسر میر عزت معین البکا که تا بود عزت آبروی محله بود. بعدت نیاتا اون خدا بیامرزم تو دق مرگش کردی. راوی نامسلمون بوده ننه. راستیت مطلب اینه که اون خدا بیامرز وقتی که از زن و زندگیش که شما باشی پشک آورد، عین لوتی که بشه منتر انترش، عشق تعزی افتاد تو جونشو قسلا هازا. این میون تقصیر من بادگره چیه که سر بزنگا کک افتاد تو جون حکومت و ویرشون گرفت کل هم اجمعین تعزیه رو قدغن کنن. پاپش چی؟ عزت خان عاشق تعزیه از فراغ معشوق عینی لاک پشت ماربل ایده
یک ماه تا اون تاغباز بیفته گوشه این خونه و بعدش هم الفاتحه. هنوز زنگ صدای هیدریش تو گوشمه. خدا رحمتش کنه. پاری وقتا حتی برای اینکه دل زن و شوهری قهر کرده رو به هم نرم کنه تلسیه یه نون پختن حضرت فاطمه رو میخوند. یه جا حضرت فاطمه قربونش برم میگه حیات آریه را چون سحر به خواب گرفتم، خمیر مایه ی جان با دو صد شتاب گرفتم. برای اینکه حسن و حسین گرسنه نمانند تنور گرم فلک بر آفتاب گرفتم. وقتی حضرت فاطمه اینو میگن امیرالمومنین در جوابش میگن فراغ گفتی و جان مرا کباب کردی، ز اشک دیده مرا تا کمر در آب کردی. به هجر تو چه کنم، با فراغ تو چه بنمایم، مرا به هجر نشاندی و قصد روزی رسوان کردی. معلومه تو حواست کجاست؟ ها؟ هیچی، حواسم همینجاست. خب، تعزیه حضرت عباس میگفتیه. دل مادر به اولاد و دل اولاد به سنگ. حرفان بوی زخم میده که فکرتو بردی توی هوای دیگه. نقل این حرفانی نه. آقای در عادتشه وقتی دهن باز میکنه برای خوردن چفت گوشاشو میبنده. بچه ای رو که بابا ننش نتونن ادب کنن روزگار ادب میکنه. آقای در حالا بگو ببینم تو این کیسه ای که خرکش کردی آوردی خونه چیه؟ هیچی، یعنی یه چند قلم امانتیه که یکی از رفقا سپرده دستم. نکنه غنیمتی سقابه؟ امشب رو دور برد بودی نه؟ اون بازنده یه مادر مرده پول و پله نداشته، اسباب اساسیشو گرو برداشتی. آره الله اکبر. نه میذاری یکی دو لقمه کوفته یه کوفتی رو کوف کنیم یا نه؟ خیلی خوب، خوف نکن، بخور. جناب سرهنگ، شما فرمودین بشه، بنده هم امتثال کردم. حالا اگه منبعد داستان یه ریخت دیگه ای شد و نشد بشه باب دل حضرت عالی، اون تقصیر یاور مادر مرده چیه قربون؟ خب حالا حرف حسابت چیه؟ شما قول چهار قبضه داده بودین جناب سرهنگ. از رود خوش که نمیشه ماهی گرفت، میشه؟ جناب سرهنگ، الهی که یاور فدای یه تار سیویل دوگلاسید چه؟ چاکر گردن شکسته به خاطر خواست شما دوم بهترین رفیقمو دادم لای طلا و خفتش عمرم به جون خریدم. که چی؟ که هم شما به مراد دلت برسی، هم که این گره کور اخوی آجیت به دست باخیر و برکت شما وا بشه. ببین آدم دنده پهن، برای آخرین نوبه زحمت به زبونم میدم. اگه خرفهم شدی شدی، نشدی میفرستم ور دل همون ولد چموشی که سنگشو به سینه میزنی. این اخوی خشک مغزت اگه دزدی کرده بود، اگه بیناموسی کرده بود، حتی اگه احدی رو کشته بود، میتونستم یه قدمی براش بردارم. این ابله جرمش سیاسیه. یا امام زمان، جم سرهنگه این تن بمیره شوخی نمیکنی؟ بهتر کلاتو بذاری بالاتر بی غیرت. برادر بزرگ کردی که تا سیویل پشت لب سبز کرد بره تو دستجات سیاسی مخل امنیت و معارض حکومت بشه؟ میدونی اگه من ریز این قضیه شده بودم چه عواقب سویی برای خود من داشت؟ چرا این مطلب به من نگفته بودی؟ جناب سرهنگ،
به موت قسم اصلا روح آقیاور از این قضیه بیخبره. حالا که خبردار شدی پس ثواب اینه که دور این موضوع رو کاملا خط بکشی. فعل واقع از این واقع متاسفم، اما کاری از دست من ساخته نیست. احکام مجرمای سیاسی یک راست از خود دربار تکلیف میشه. ضمناً در مورد ماجرای دیشب شطور دیدی ندیدی؟ حالیت شد؟ خب اگر گرفت و گیر دیگه ای داشتی میتونی رو من حساب بکنی. گویا سرهنگ دورمنش این روزا خودشو حسابی درگیر امورات عجوز و لایجوز کرده. سروان تو اداره قربان همه اونو به عنوان آدم جاه طلبی میشناسن که بعدش میاد پله های ترقی رو 4-1 بالا بره. به تازگی هم خسته از عیاشی های شبانه قصد ازدواج کرده. اونم فکر میکنید با کی؟ حکمن دختر شاه مملکته. ها؟ اگه هنوز دوره آقایی قجر بود حدس شما هم کاملا درست بود. آها، پس طرف یه شاهزاده خانم قجریه. تعجبم از سرهنگ به همین خاطر قربان. چطور؟ دورمنش نوکیسه و تازه به درون رسیده است. خوب حالیشه که باید نون به نرخ روز خورد. اما عجیبه، به جای پیوند خوردن با بزرگون مورد عنایت حکومت میخواد به درختی دخیل ببنده که مدت هاست از ریشه پوسیده. چندان هم عجیب نیست سروان. خود شخص اول مملکت هم بی‌رغبت به این قصد بسته‌تا نیست. علاوه این که خود ایشون جهت تجدید فراش دختران مجلس سلطنه و مجلل الدوله دولت شاهی رو در دو نوبت به زنی گرفته. از حسین سیا پیش خدمت خاصه ایشون تا حمدالله خان مصدرش و قزاقای چون سرتیپ زاهدی و امیر خسروی همگی به خواست اعلیحضرت با دخترانی از طایفه قجر وصلت کردن. جالبه بدونی که ایشون حتی با ازدواج دخترموی همسر چهارمشون ملک اسمت با نوه شاهزاده فرمان فرمای ضد حکومت موافقت کردن. پس میبینی که حسابگری های سرهنگ دورمنش چندان بیراه هم نیست. حالا این شاهزاده خانم قجری که گفتی کی هست؟ شاهزاده فخرالزمان، یک تا سبیه شاهزاده معین السلطنه ماکویی از نوادگان دختری ناصرالدین شاه که در اوان استقرار حکومت جدید به دلیل نامعلومی به قتل رسید. عجیبه. چقدر قتل نامعلوم تو این سالها داشتیم سروان. وقتی همه از همدیگه بترسن و کسی جرأت نکنه مخالفت خودشو با دیگری علنی کنه معارضه به همین جا ختم میشه. بهتره ما هم غم خودمون متمرکز چند فقره قتل مجنون الهویه ای کنیم که پروندهش روی دستمون باقی مونده. راستی سربان، خبر تازه ای در این مورد به دستتون نرسیده؟ بنده هم در همین خصوص امروز مصدق اوقاتتون شدم قربان. بسیار خوب، بنشین. متشکرم. به احتمال قریب به یقین باید حدس شما درست باشه. در چه خصوص؟ نتیجه مأخوذه از خلاصه قرار معاینه جسد آخری و دو جسد قبلی حاکی از اینه که هر سه مقتول با شلیک گلوله ماوزر آلمانی از پادر اومدن و این یعنی اینکه بنا به حدس شما ممکنه میون این سه قتل ربط و ارتباطی در میون باشه. زن
زخم.